سلام، شب بخیر. در مورد تفاوت هزینه های بین دانشگاه آزاد و شهری پرداز خیلی از من سوال میشه و اگر الان بدونید این موضوع رو شاید روی درس خوندنتون هم تأثیر بذاره و شاید دیدگاهتون رو نسبت به ارشد کلا عوض کنه. شاید بخواید با قدرت بیشتری ادامه بدید برای روزانه، شاید بخواید با تجربه هزینه ها از انرژیتون کم بکنید که بتونید با اون هزینه ها دانشگاه شهری پرداز قبول بشید. به هر صورت هر کسی بودجه مالی خودش رو داره و بعضی ها مثل من شاید بودجه خیلی زیادی نخوان برای ارشد بذارن. بدون پرده بریم سراغ هزینه های دانشگاه آزاد و شهری پرداز. ببینید بچه ها، دانشگاه آزاد درسته که شاید در نظر اول دانشگاه های تیپ پایینی به نظر بیان، ولی دانشگاه آزاد تهران دانشگاه تیپ 1 محسوب میشه و حتی لولش از خیلی از دانشگاه های علوم پزشکی روزانه بالاتره. این از نظر لول بندیش، ولی هزینه هاش به این صورته که چون بر حسب ریال هست هزینه هاش اونقدر سنگین نیست، یعنی نسبت به دانشگاه شهری پرداز هزینه های کمتری داره. به چه شکل؟ معمولا ترم های اول هزینه هاش یکم سخت‌تره، چون تعداد واحد های درسی و تنوع تعداد واحد های درسی توی ارشد بیشتره. به خاطر همین چیزی که بچه ها به من اعلام کردن، به طور متوسط اگر اعلام بخوایم بکنیم حدود 7 تا 8 میلیونه. یعنی شما برای ترم های اول دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد باید حدود 7 8 میلیون کنار بذارید و در مجموع چون مقطع ارشد 6 ترمه میشین، یه چیزی بین مثلا 40 میلیون هزینه تحصیل توی مقطع ارشدتون میشه. ولی شهریه پرداز به این شکل نیست. شهریه پرداز بر حسب دلار محاسبه میشه و چون دانشگاه به اسم بین الملل داره شما رو جذب میکنه و شاید کسایی باشن که از خارج کشور بخوان بیان ایران تحصیل کنن و این مقطع برای اونها در نظر گرفته شده، بر حسب ریال نیست و بر حسب دلاره. به خاطر این با بالا رفتن دلار هزینه های شما هم بیشتر میشه. با اینکه قبولیش نسبت به آزاد و دولتی خیلی راحت تره و حتی ما تا 3500 هم داشتیم که شهریه پرداز قبول شدن، ولی الان با توجه به این قیمت دلار که همین یک دو روز از 30000 تومان هم گذشت، خیلی عقلانی به نظر نمیرسه که شما بخواید تو اون مقطع شهریه پرداز درس بخونید، چون حداقل حدود 70 یا 80 میلیون تومان الان که دارم با شما صحبت میکنم هزینه تحصیل یک نفر توی مقطع ارشد و شهریه پردازه. ممکنه حالا شما کسی رو سراغ داشته باشید که با هزینه های کمتر دارن شهریه پرداز و با هزینه های کمتر در حال تحصیل هستن، ولی خب من چیزی که به شما اعلام میکنم متوسطه، از یه دانشگاه به دانشگاه دیگه فرق میکنه که بستگی به لول دانشگاهی، بستگی به واحد درسی و بستگی به اون شهر و شرایطش داره. مثلا توی تهران حد اکثر هزینه ها هولوش همین چیزیه که خدمتون عرض کردم و در شهرهای خیلی دور افتاده خب قاعدتا هزینه ها خیلی پایین تر میاد، چون امکانات رفاهی اون دانشگاه پایین تره، سطح لول دانشگاهی اون دانشگاه هم پایین تره و قطعا هزینه هاش کمتر میشه. به عنوان یک پیشنهاد برای شمایی که فرصت کافی دارید تا کنکور ارشد، پیشنهاد میکنم اول تمرکز روی دانشگاه روزانه باشه، چون برای شما رایگان هست، برای شما امکانات بیشتری رو در اختیارتون قرار میده، از خوابگاه گرفته، امکانات رفاهی گرفته، از لول دانشگاه گرفته و اساتید برجسته‌ای که داره. اگر یه موقع شرکت کردید و خدای نکرده نتونستید روزانه قبول بشید، اون موقع میتونید بین آزاد و شهری پرداز انتخاب کنید که بهتره که اول روی آزادها شما تمرکز کنید و بعد روی شهری پردازها، و دلیلش هم به خاطر هزینه‌ای که خدمتون گفتم. البته دانشگاه آزاد تهران دانشگاهیه که بلافاصله بعد از روزانه ها باید انتخاب شما باشه، چون دانشگاهیه که تیپ 1 هست و دانشگاه برجسته هستش توی علوم پزشکی. پس به عنوان پیشنهاد عرض کردم که اول روزانه، بعد آزاد و بعد شهری پرداز رو مد نظر قرار بدید. انشالله که این ویدیو بتونه بهتون کمک کنه که توی این مسیر بهتر تصمیم بگیرید. اگر اطلاعی دارید در مورد هزینه های شهری پرداز یا آزاد هر دانشگاهی که هست، لطفاً اسم دانشگاه رو توی کامنت بنویسید
و بگید که برای هر ترمش چقدر میپردازید. شاید دوستانتون اداره هزینه رو میپردازن و شما خیلی دقیق بدونید این هزینه ها رو. لطفا اون رو برای ما بنویسید که دوستانی که میان کامنت ها رو میخونن بتونن با دید بازتر و دقیق تری انتخابشون رو انجام بدن. مرسی که توجه کردین تو این ویدیو هم همراه هم بودید. امیدوارم که تو این کانال اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدم که به مسیر ارشدتون، مسیر گرفتن ارشدتون بیشتر کمک کرده باشه. خدا نگهدار.